چهارمین روز مرداد ماه برابر با 26 ژوئیه، سال 1323 خورشیدی برابر با 1944 میلادی، در گذشت رضاشاه پهلوی، سرسلسله دودمان پهلوی. رضاشاه پهلوی معروف به رضاخان، رضاخان میر پنج، رضاخان سردار سپه و پس از آن رضاشاه، آخرین نخست وزیر ایران در دوران قاجار و بنیانگذار دودمان پهلوی بود که با رأی شورای ملی به سلطنت رسید. وی که در آلاشت سواد کوه به دنیا آمده بود، از نوجوانی به ارتش پیوست و مدارج ترقی را به سرعت طی نمود و به سمت وزارت جنگ برگزیده شد. وی در این مقام بسیاری از ناآرامی ها و راهزنی ها را از بین برد و پس از چندی با فرمان احمد شاه قاجار به نخست وزیری منصوب شد. رضا شاه سرانجام در سال 1320 پس از اشغال ایران به دست متفقین و تحت فشار بریتانیا مجبور به ترک سلطنت شد و 3 سال بعد در شهر جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی درگذشت. سرانجام 17 اردیبهشت ماه 1329 جسد رضا شاه به وسیله هواپیما و سپس با قطار مخصوص به تهران حمل شد و با تشریفات رسمی به شاه عبدالعظیم برده شد و در آرامگاه ویژه او دفن شد. اما پس از انقلاب به دستور آیت الله خمینی و با حضور نمایندهش آیت الله صادق خلخالی حاکم شهر، این مقبره تخریب و با خاک یکسان شد. لیکن پس از اینکه این عمل مورد تقبیح قرار گرفت، رژیم انقلابی اعلام کرد که محمد رضا شاه پیکر پدرش را با خودش برده بود و در مسجد الرفاعی مصر به خاک سپرده است. سال 1335 خورشیدی برابر با 1956 میلادی، اعلام ملی شدن کانال سوئز توسط جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر. برای سالهای متمادی انگلستان و فرانسه بر سر تصاحب سرزمین مصر و بهره برداری از کانال سوئز در جدال بودند، تا اینکه در زمان حکومت جمال عبدالناصر وی برای قطع دست این دو دولت از این کانال استراتژیک، کانال سوئز را ملی اعلام کرد. از این رو نیروهای مصری تأسیسات کانال سوئز را که در مالکیت یک کمپانی مشترک انگلیسی و فرانسوی بود اشغال کردند و مدیران و راهنمایان مصری اداره امور کانال و هدایت کشتی‌ها را از این آبراه بر عهده گرفتند. در پی این اقدام ناصر، نیروهای از انگلیس، فرانسه همزمان به مصر حمله کردند، اما با وجود برتری نظامی این کشورها در جنگ سوئز، فشار افکار بین المللی بر دولتهای متجاوز و مقاومت مردم مصر موجب عقب نشینی آنان از این منطقه شد و این کانال برای همیشه در اختیار ملت و دولت مصر قرار گرفت. سال 1351 خورشیدی برابر با 1972 میلادی، در گذشت حاج حسین آقا ملک، بنیانگذار کتابخانه و موزه ملی ملک در تهران. حسین ملک معروف به حاج حسین آقا ملک، فرزند ارشد حاج محمد کاظم ملک التجار بود که ثروتمند بزرگ آذری تبار محسوب می شد. کتابخانه و موزه عظیم نیز از وی باقی مانده که در شهر تهران واقع است.